همراه اول، حامی هنر ایران زمین. نوید محمدزاده، نقش تیمسار، نقش زندانبان، چقدر نزدیک بود به زندانبانای واقعی؟ خیلی، بی نهایت. ما با هم خیلی قبلش صحبت کردیم و من بهش گفتم یک زندانبان باید در این حال که منضبطه مهربان باشد و همه این نقشش دیدید که خیلی برای پلیس قبل از انقلاب حیثیتی داشت که گذشت کرد، زندانی رو دید که فرار میکنه، گذشت کرد. یه سوالی پرسیدن توی نشست خبری، گفتن که عدالت مهمتره یا قانون، نظر شما چیه؟ قانونی که تو هم با عدالت باشه. متشکرم. و یه خاطره برام تعریف کنید از دوران در واقع زندانبانی خودتون. من چند سال رئیس زندان قصر بودم، فرار زیاد داشتیم. ولی اغلب وقتی میرفتن تو خونه هاشون، حتی زندانیا، مادرش یا پدرش بهش گفت چرا آمدی؟ برای فلانی مسئولیت درست کردی. حالا نمیخوام بگم خیلی زشت خود ستایی، ولی یه زندانی که اتهامش هم اتهام جهل و این حرفا بود، از من یه روز گفت من یه روز مرخصی به من بده. من مرخصی بهش دادم، این رفت و نیامد و خیلی ما ناراحت بودیم، حتی نمیتونستیم گزارش بدیم، میترسیدیم چی بشه. یه روز کنار در زندان داشتم قدم میزدم تا ماشین بیاد، دیدم یه کسی داره میاد، کتشو انداخته روش و نشو اومد جلو، سرش انداخت پایین، بدم همونه. من کجا بودی؟ مادرم بهم گفته حق نداری بیای تو خونه، برو. ما خیلی مهمه مسئله زندانی به اندازه خودش ناراحتی میکشه، درد سر میکشه، افسردگی پیدا میکنه. اگر مسئول زندان هم مزید بر این افسردگی، مزید بر ناراحتی فشار بیاد، اون اصلا بعضی اوقات خودکشی میکنه. سلام دوباره. اون بخش فیزیکال خب قاعدتا من باید وزن اضافه میکردم، فکر کنم 12 کیلو اضافه کردم برای این فیلم و این چیزایی که باید انجام میدادیم، ولی یه شخصی کنار ما بود که من خودم خیلی 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 یاد گرفتم و کمک گرفتم ازشون، تیمسار کورنگی اینجان، و به نظر من میشه به افتخارشون دست زد. تیمسار کورنگی رئیس زندان، چند زندان در شهرستان و رئیس زندان قصر در دهه 40 بودن و در واقع میشه گفت که الگوی موجود ما در زمان فعلی برای این فیلم. در خیلی از جزئیات ایشون بودن و لطف کردن پا به پای ما از داکیومنتری خیلی ساده تا خیلی چیزهای دیگه همراه ما بودن و بهمون کمک کردن.